به نام خدا و به نام حضرت درویش وارسته و با سلام به مخاطبین این صفحه. قبل از پرداختن به بقیه گزارشم در مورد مخالفت‌های آقای دکتر نعمتی شیخ آلمان با فعالیت‌های فرهنگی آقای دکتر آزمایش، می‌خواستم به سوالی که یکی از کاربران اینستاگرام از من کرده پاسخ بدم. این شخص از من پرسیدن که انگیزه شما از این اقداماتی که میکنین چیه؟ چه هدفی رو دنبال میکنین؟ راستش من ترجیح میدم برای این فعالیتهایی که میکنم از کلمه وظیفه استفاده کنم. یعنی من به عنوان یکی از مریدان حضرت آقای مجذوب علی شاه خودم رو موظف میدونم که از آموزش های ایشون در مقابل این بینش شبه عرفانی حکومتی که داره از جانب طیفی از دراویش ارائه داده میشه و جناهای حکومتی هم با تمام امکاناتشون دارن ازش حمایت میکنن حراست کنم. در واقع الان با گذشت زمان به وضوح مشخص شده که این دو جریانی که در مقابل هم قرار گرفتن هر کدوم ریشه‌شون به چه کسی و به کجا برمیگرده. دیگه امروز کاملا روشن شده که اون جریانی که مجری حصر و شکنجه حضرت آقا بود وابسته به یک جناح و تفکر آخوندیه که در درون سلسله آقای کاشانی این جریان رو پیش می بردن. در طول این دو سال گذشتم مدارک بسیاری در تایید این موضوع منتشر شد. فکر میکنم هممون اون صدای ناموزون آقای کاشانی تو گوشمون باشه که به طور ضمنی حضرت آقای مجذوب علی شاه رو مخاطب قرار داده بودن و داد می زدن ما همون عرفان سنتی خودمونو می خواهیم. هرچند اون عرفانی که ایشون می خواستن یه عرفان نوظهور و مندرآوردی و کاذب و حکومتی بود که از توش فرقه ملازاده پرستی بیرون آمد. این روزا هم شاهد بودیم که اعضای این جریان نفوذی و حکومتی و وابسته به نظام که بعضن توی کتابخونه تصوف و عرفان دوره هم جمع شدن در سالگرد فوت آقای کاشانی در کمال وقاحت چقدر از این فردی که مولامون رو این همه اذیت کرد تجلیل کردن، سنگشو به سینه زدن و براش یادبود گرفتن و حتی براش کلی هم لقب تراشیدن و این آقا رو دانشمند و عارف و فرزانه خوندن. البته چه بهتر که به مرور زمان اینا دارن از پشت پردهشون میان بیرون و هویت واقعی خودشونو ارائه میدن که نشون میده دقیقاً در مقابل حضرت آقای مجذوب علی شاه و آموزه های ایشون قرار گرفتن و کمپ آقای کاشانی و به تبع آقای کاشانی کمپ آخوند صوفی ستیز یعنی علوی گرگانی و کمپ نظام جمهوری اسلامی رو انتخاب کردن. حالا این افراد یا واقعا با این بینش حوزوی و آخوندی وابسته به این رژیم ستمگر درویش کش عقیده دارن که در این صورت معلوم نیست توی این سلسله دارن چی کار میکنن و چه خطی رو میخوان پیش ببرن، یا اینکه به خاطر منافع دنیوی و امکاناتی که رژیم حالا یا مستقیم یا با واسطه در اختیارشون قرار میده خودشون رو فروختن و چه ارزونم فروختن، ولی اون وقت برای توجیه خودشون میخوان به پیروان واقعی و صادق حضرت آقای مجذوب علی شاه انواع و اقسام مارکا رو بچسبونن، در حالی که ما وظیفه خودمون میدونیم که از اون عرفان حقیقی که در طول تاریخ براش خونها ریخته شده و در دوران قطبیت حضرت آقای مجذوب علی شاه به اوج اطلاع خودش رسید دفاع کنیم و نذاریم ملاخور بشه.
یا شاید بهتر باشه بگم مولازاده خور بشه. یک بار دیگه هم برای چندمین بار تکرار میکنم، ما به غیر از این وظیفه هیچ ادعایی نداریم و هیچ کس نمیخواد این وسط ادعای قطبیت کنه یا ادعای شیخیت کنه یا ادعای درویش وارسته بودن کنه. اینا همشون اتهامات واهی هستن که فقط برای اینه که افکار عمومی رو به بیراهه بکشن. البته این رو در روی همیشه بوده و امر جدیدی نیست. حالا بر میگردم به بقیه ماجرای آقای دکتر نعمتی. همونطوری که به خاطر دارین به اینجا رسیدیم که طیف طرفداران مولازاده ها با بودجه کلان، یعنی با اون بودجه‌ای که اون شخص مدیر برنامه لیگ فوتبال ایران در خارج کشور در اختیار داشت، آقای دکتر نعمتی رو دوره کردن و به ایشون و خانواده‌شون انواع سرویس‌ها رو می‌دادن و یه فضای هول و هوش ایشون درست کرده بودن که این آقای شیخ در مقابل فعالیت‌های فرهنگی آقای دکتر آزمایش که طبق اوامر حضرت آقای مکذوب علی شاه انجام می‌شد قاطعانه مخالفت کنن و سنگ اندازی کنن و جلوگیری کنن. در ماه ژانویه 2001 آقای دکتر آزمایش از جانب حضرت آقای مکذوب علی شاه مأمور شدن که برن کالیفرنیا و اختلافاتی که اونجا در بین فقرا پیش آمده بود رو حل کنن. البته شروع این رودررویی بین فقرای اونجا به دوران حضرت آقای محبوب علی شاه برمیگشت و طوری بالا گرفته بود که کار به تعطیلی مجالس اونجا کشیده شده بود. ظاهراً اساس اختلافات در رابطه با تأسیس انجمنهایی در واشنگتن و لس آنجلس زیر نام بنیاد نعمت اللهی بود که البته حضرت آقای مکذوب علی شاه به آقای دکتر آزمایش امر کردند که فوراً این انجمنها و هر انجمن دیگه‌ای که به اسم نعمت اللهی تأسیس شده بود رو برچیده بشه. در این حال توی این سفر آقای دکتر آزمایش چند تا سخنرانی هم برگزار کردن، از جمله توی دانشگاه واشنگتن دی سی و برکلی و سان خوزه و همچنین در برنامه‌ها و سمپوزیوم‌هایی که در اونجا در مراکز فرهنگی و انجمن‌ها و طرایق مختلف صوفیه می‌ذاشتن. از جمله یک سمپوزیوم بزرگی که در شهر سیاتل گذاشته شده بود که از ایشونم دعوت شده بود که شرکت کنن و همچنین ایشون توی کانال‌های متعدد تلویزیونی و رادیویی برای مصاحبه و پرسش و پاسخ حضور به هم می‌رسوندن. منظورم اینه که طی یه دوره این فعالیت‌های فرهنگی ایشون خیلی رونق پیدا کرد. آقای دکتر آزمایش وقتی که استقبال این مراکز رو از این مطالبی که ارائه می‌دادن دیدن، به فکر برگزاری یک سمپوزیوم در آمریکا افتادن و در این رابطه با حضرت آقا تماس گرفتن و اجازه این کار رو از ایشون جویا شدن. این موضوع مقارن شد با زمانی که دقیقاً سلسله می‌خواست سمپوزیومی در دانشگاه کرمان در مورد شاه نعمت الله ولی بذاره، اما با مخالفت رهبر نظام روبرو شده بود. بر همین حضرت آقای مکذوب علی شاه از این پیشنهاد آقای آزمایش خیلی استقبال فرمودند. اما وقتی که رژیم از این موضوع خبردار شد، تمام نیروهاشو بسیج کرد تا مانع تحقق این پروژه بشه. حتی چند دفعه از سفارت جمهوری اسلامی ایران به منزل ما تلفن کردند و توصیه می‌کردند که این برنامه کنسل بشه.
در این نقطه بود که باز مخالفت‌های آقای دکتر نعمتی که البته کماکان در طول این مدت ادامه داشت اوج گرفت و روزی نبود که از جانب فقرا به نحوی از آنها در این رابطه سنگ اندازی نشه و چوب لای چرخ این اقدامات گذاشته نشه. و وقتی که ریشه یابی می کردیم که این مخالفت ها از کجا نشأت می گیره، عملا می دیدیم که به قول معروف همه راه ها به روم ختم میشه و سر از شهر فرایبورگ آلمان، یعنی محل سکونت تیمسار نعمتی در می آوردیم. حتی به یاد میارم که آقای دکتر نعمتی به خودشون اجازه داده بودن که روی فرمان حضرت آقای مکذوب علی شاه خط بطلان بکشن و برای فقرا ممنوع کرده بودن که پشت سر آقای دکتر آزمایش نماز بخونن. یادمه وقتی یه نفر این موضوع رو به ما خبر داد، ما اولش اصلا باور نمی کردیم تا اینکه برای روشن شدن این قضیه یه نفر از آشناهامون به ایشون تلفن کرد و در این مورد سوال کرد و من خودم با گوشهای خودم شنیدم که تیمسار نعمتی گفتن که من خودم، یعنی ایشون گفتن که من خودم پشت سر آقای آزمایش نماز نمیخونم و به شما هم توصیه میکنم از این کار اجتناب کنین چون اون نماز مورد قبول نخواهد بود. اما حضرت آقا با تمام قوا از این فعالیت‌های فرهنگی پشتیبانی می‌فرمودند و برای دکتر آزمایش چند بار پیام دادند که شما مسئولیت دارید که این کار بزرگی رو که من به شما محول کردم انجام بدین و توجهی به هیچ موضوع دیگه ای نداشته باشین و کار خودتون رو ادامه بدین. آقای آزمایش هم تمام ریزکاری های برنامه سمپوزیوم و تمام تدارکاتی رو که می دیدن رو به نظر حضرت آقا می رسوندن و اوامر ایشون رو پیگیری می کردن تا حتی یادم آفیش ها و تبلیغاتی که قرار بود در روزنامه ها آگهی بشه همه با تایید ایشون بود. در این اثنایی که آقای دکتر آزمایش در سفر آمریکا بودن، وقتی که به نیویورک رسیدن، آقای شهرام پازوکی به منزل برادرشون که گویا اون زمان اونجا ساکن بودن یا شاید الان هم هنوز باشن نمیدونم، دیگه خبر ندارم، به هر جهت یه فکسی فرستادن که بالای اون نوشته بودن به امر حضرت آقای مکذوب علی شاه این نامه حضرت آقا خطاب به آقای نعمتی را برای شما می فرستن. حالا به بقیه ماجرا انشالله بعدن می پردازیم.